استخدام بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی باعث شد تا جهانیان در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط او به توافق رسیده و در صدد اقدامی نظامی علیه حکومت سوریه، حتی در صورت مخالفت شورای امنیت به دلیل وتوی روسیه برایند. اما روسیه هنگامی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه ازش سوال شد که در صورت دخالت نظامی آمریکا در سوریه آیا مسکو به واشنگتن پاسخ خواهد داد، به صورتی خلاصه گفت روسیه قصد ندارد به خاطر سوریه با هیچ کشوری وارد جنگ شود. این موضع‌گیری کافی بود تا نظام رژیم ایران به هراس افتاده و احساس کند که ستونهای جبهه موسوم به مقاومت در حال فروریزی است. نظام سوریه دسترسی ایران به ساحل مدیترانه و جنوب لبنان را از طریق حزب الله و غزه را از طریق حماس تسهیل می کند که دومی بعد از سقوط اخوان المسلمین در مصر مشغول ترمیم ارتباط خود با تهران است. سوریه و همپیمانانش ایران و حزب الله هنوز تلاش دارند تا دامنه درگیری ها را گسترده تر کرده و کشورهای دیگری وارد تنش شوند. سوریه مطمئن است که رفتار جنایتکارانه اخیر به مثابه یک خودکشی سیاسی بوده و در نهایت باعث سقوط نظامش می شود. ولی در این حال گمان می کند که فرار به جلو نوعی راه حل است تا بلکه در گذر زمان تحولات سیاسی و متغیرات منطقه‌ای به کمکش بیایند. اگر بشار اسد به خاطر جنایت اخیرش مجازات نشود، بنابر گفته کارشناسان به تکرار آن تشویق شده و جهان راه را برای دیکتاتوری های مختلف باز می کند تا هرگاه که خواست از سلاح شیمیایی علیه ملتش استفاده کند. اضافه بر اینکه به شکلی کلی تندروی و تروریسم نیز در دنیا گسترش می یابد. رژیم ایران از طرق مختلف اعلام کرده است که از حکومت بشار اسد حمایت خواهد کرد و حمایت کرده است. اما دولت اسرائیل همچنان در مورد حمله نظامی و احتمالات این حمله سکوت اختیار کرده است. بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب در برنامه صفحه دیگر موضوع احتمالات حمله نظامی به سوریه و سرانجام آن را با میهمانان گرامی برنامه، هر یک از میهمانان جناب آقای ناصر ابیات فعال حقوق بشر عرب اهوازی، عبدالله جاب تحلیلگر و فعال سیاسی و منش امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر شما جناب آقای ناصر ابیات فعال حقوق بشر عرب اهوازی. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی تلویزیون تیشک، من در خدمت شما هستم. بله جناب آقای ابیات، های به نظر شما آمریکا همچین حمله رو به سوریه انجام خواهد داد یا اینکه این تهدیدی بیش نیست و در صورت انجام این حمله فکر می‌کنید رژیم بشار اسد به چه سمت و سوی خواهد رفت و آیا ایران که یکی از همپیمانان مهم بشار اسد هست عملاً وارد این جنگ خواهد شد و از بشار اسد دفاع خواهد کرد؟ بله، شاخص‌ها نشون میده که و تحرکات رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما نشون داده که به ضربه نظامی نزدیک میشوند. آخرین اخبار رسیده از کنگره ایالات متحده آمریکا، تقریبا بیشتر جمهوری خواهان حتی متفق رای هستند با آقای اوباما برای، ولی در صورت و شرایط مشخصی که مثلا شرایطی که کنگره آمریکا از رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما خواسته که به صورت زمینی وارد جنگ نشه و شاید اینم دلیلی از چرا نمیخوان که به صورت زمینی وارد سوریه بشن، از چالش هایی که در عراق و در افغانستان نیروهای نظامی آمریکا دارن. مردم آمریکا به صورت عموم ترس و واهمه دارن که سرنوشتی که در عراق دچار شد ارتش آمریکا یا در افغانستان در سوریه تکرار نشه. ولی
همچنین که شنیدیم و گفته شده ضربه محدود و کوتاه مدتی هست، فقط برای فلج کردن نیروی هوایی سوریه که از طریق هوا و بمباران هوایی انجام میشه. یک دوم هم این که به نظر من چون بشار الاسد و نظام بشار الاسد از مواد شیمیایی استفاده کرد و باید یه حدی و حدودی برای این فاجعه بزرگ انسانی قرار، در صورتی که اگر عکس العملی نشون داده نشه در مقابل جرائمی که آقای بشار الاسد و رژیم او صورت گرفت، شاید در ایران تکرار بشه یا در کره شمالی تکرار بشه که همه جهان متفق القول هستند که باید جلوی این یا حداقل پانیشمنتی باشه برای بشار الاسد که کشورهای دیگه از جمله ایران یا از جمله کره شمالی جرأت به انجام چنین کاری در مورد مردم و ملت‌های دیگر انجام نداد، همونطوری که مثلا در حلبچه وقتی که صدام حسین بمباران کرد حلبچه را، هیچ پانشمندی برای صدام حسین صورت نگرفت و همه مطمئن بودند که و دلایل و وثائق نشان داد که صدام حسین مرتکب این جنایت و این جنایت فجیع شده است. بشار الاسد باید جوابگو و پاسخگو باشه به عملی که انجام داده و عملی غیر انسانی است و فکر می کنم که زود یا دور شاهد ضربه نظامی به ضد نظام بشار باشیم. آقای عبیات، عرض کردم فکر میکنین رژیم ایران عملا وارد این جنگ بشه و در جبهه قرار بگیره که با آمریکا و متحدانش بجنگه، به نوعی که ایران اعلام کرده که مواضع آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد و به این شیوه آمریکا را تهدید کرده است؟ ببینید، این فقط فکر میکنم جنگ کلامی هست که میخوان وقت رو تلف کنن و میخوان باید تهدید کنن که تأثیر تهدید ایران و تهدید حتی حکومت نوری المالکی و روسیه و چین باعث تردید در اخذ قرار در سازمان بین الملل میشه. طبعا ایران یکی از بزرگترین حمایت کننده نظام بشار الاسد هست و سقوط بشار الاسد ضربه محکمی به رژیم ایران و حزب الله و یکی از کارت های مهم و اعتباری جمهوری اسلامی رژیم بشار الاسد. من فکر نکنم ایران قدرت رو داشته باشه که بیاد وارد جنگ با آمریکا بشه. و شما همونطوری که فرمودید، روسیه با اینکه از لحاظ تجهیزات نظامی و از لحاظ ارتش به مراتب قوی تر از نظام ایران، به صراحت گفته زمانش گذشته روسیه به خاطر دیگران وارد جنگ بشه. پس فکر نکنم که ایران این ریسک رو بکنه و وارد جنگ با آمریکا بشه. یک دوما مشکلات اقتصادی و انزوایی که ایران از اون رنج می جمهوری اسلامی ایران از اون رنج میبره و مشکلات داخلی این قضیات هست، تورم اقتصادی این قضیات هست که ایران این قدرت رو نداره که خودش را وارد چالش ها کنه. در حد تهدید آره، در حد فرستادن گروه ها به سوریه که بتونند این رژیم را چند روزه سر قدرت بنشونند آره، در ولی بیاید و تهدید کنه و ضربات نظامی وارد کنه به آمریکا، فکر نکنم این چنین امری انجام بشه. بله، خیلی متشکرم از جناب علی. جناب آقای ناصر عبیات، فعال حقوق بشر عرب اهوازی، شب خوشی را برای شما آرزو می کنم. همچنین.